سلام علیکم خیلی خوش اومدین به کانال خودتون اومدین با خدمتتون با یه داستان دیگه از قرآن کریم اگه تازه وارد کانالمون شدید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید حضرت صالح علیه السلام از فرزندان سام ابن نوح و پیامبر قوم سمود بود ایشون سومین پیغمبر عربیه که تو سوره های مختلف قرآن کریم از ایشون یاد شده اما تو کتاب تورات اصلا اسم ایشون نیومده از سوره یهود آیه 61 استفاده میکنیم حضرت صالح علیه السلام از قوم خودش بوده و چون اونها عرب بودن پیغمبری عرب به نام صالح داشتن و قوم سمود که بعد از قوم عاد پدید اومدن دارای تمدن و باغها و کاخهای بزرگی بودند. نقل شده حضرت صالح علیه السلام 280 سال عمر کردند. و محل قبرشون هم وادی و سلام نجف آقا امیر المومنین علیه السلام طبق منابع تاریخی و روایی حضرت صالح علیه السلام از 16 سالگی به پیغمبری رسیدن و تا 120 سالگی اونها رو به توحید و نبوت دعوت میکردن اما قوم حضرت صالح دعوتش رو قبول نکردن قوم عاد به خاطر گناه و نافرمانی خدا نابود شدند و خدا هم زمینهای کشاورزی و اموالشون به قوم سمود بخشید و قوم سمود هم دو برابر قوم عاد به کشاورزی و حفر چاه و باغداری پرداختند تمدن قوم سمود به حدی بوده که روایتی نقل شده از ابن عباس که این قوم برای تابستون خودشون تو زمین های مسطحی خونه هایی می ساختن تا زندگی بکنن و برای زمستون که فصل سرما بوده دل کوه رو میشکافتند و تاق درست می کردن و خونه هایی تو دل کوه برای خودشون درست میکردن و انقدر عمر طولانی داشتن که این سقفای معمولی جوابگوی عمر اونها نبوده قوم سمود هم مثل قوم آد تو خوشگذرانی و ناز و نعمت به سر میبردن و زندگی اونها هم زندگی عالی بود اما شکر خدا رو به جا نمی آوردن و اصلا خدا رو قبول نداشتن بلکه ستمگر و ظالم و خونریز بودند. و به جای خدا بتها رو میپرستیدن و هر روز از حق فاصله میگرفتن میگفتن با این عمر طولانی که ما داریم و این نعماتی که ما داریم دیگه چه کسی جلو داره ما خدای متعال هم حضرت صالح علیه السلام رو که از جهت حلم از همه اونها برتر بود از جهت عقل نسبت به همه اونها عاقلتر بود و از جهت نسب هم نسب بهتری داشت خدا ایشون رو به پیغمبری برگزید. حضرت صالح علیه السلام اومد پیش قوم خودش گفت ای قوم من شما از خاک آفریده شدید و خدای متعال شما رو روی خاک خلیفه خودش قرار داده و هر جور نعمتی که شما بخواید بهتون داده حالا بیایید دعوت خدا رو لبیک بگید بتپرستی رو کنار بذارید و به سمت خدا قدم بردارید چون این بتهایی که میپرستید نه نفعی به شما میرسونن نه ضرری میرسونن و شما تو هر چیزی که دارید محتاج خدای متعال حضرت صالح علیه السلام بهشون گفت شما همتون منو میشناسید من از قوم و قبیله و خیشان خودتونم هیچ قصد سوئی هم ندارم بیایید و توبه بکنید یه قدم به سمت خدا وردارید صدا بزنید خدا رو که خدا هر کسی ازش درخواست بکنه جوابش رو میده حضرت صالح علیه السلام حرفای خودش رو زد استدلالهای منطقی خودش رو بیان کرد اما گناه گوش گرفته بود و پرده ای رو چشاشون انداخته بود که نمیخواستن خدا رو ببینن شروع کردن حضرت صالح علیه السلام رو مسخره کردن گفتن ای صالح ما تو رو آدم عاقل و آدم متفکری میدونستیم تو رو برای سختی های زندگی کنار گذاشته بودیم که بیایم سراغه این کلمات جدیدی که میگی چیه این حرفا چیه میزنی از ما توقع داریم ما بت خودمون که سال ها داریم اونها رو میپرستیم و اجدادمون هم اینا رو عبادت میکردن کنار بذاریم بیایم به حرف تو گوش بکنیم حضرت صالح علیه السلام باشون صحبت کرد دل آورد نعمت های خدا را شمرد اونها رو ترسوند از عذاب الهی اما اونها گوش نکردن حضرت صالح علیه السلام برای اینکه این شبهه رو از ذهنشون بیرون کنه بهشون گفت من برای این دعوتم هیچ چیزی از شما نمیخوام هیچ اجر و پاداش و مزدی ازتون نمیخوام پاداش من به گردن خدای متعال شما بیاید به سمت خدا قدم بردارید من که ازتون چیزی نمیخوام واقعا داستان های قران پر از درسه یه لحظه تصور بکنید توی جمعی که همه اهل گناهن میخوان یه گناهی یه کار خلاف شرعی یه کار غیر اخلاقی رو شروع بکنن ما هم تو اون جمع نشستیم یکی از رفقا میخواد یه غیبتی بکنه یکی رو مسخره بکنه همه هم برای این کار پایان تو اونجور جور مواقع ما ممکنه بگیم من تک و تنها بین اینا اگه چیزی بگم که مسخرم میکنن اصلا حرفمو گوش نمیدن آخه من برید. چه کاری از دستم برمیاد اما قرآن میگه حضرت صالح علیه السلام با اینکه تک و تنها بود بین قوم خودش قومی که سالها به گناه و بت پرستی عادت کرده بودند و وقتی اونا رو میخواست هدایت بکنه مسخرش میکردن ولی خدا همیشه حرف حق و به گوش اون کسی که باید برسونه میرسونه یه گروهی از مردم واقعا عاقل و خردمند به حضرت صالح علیه السلام ایمان آوردن اما اون طبقه توانگر سیاستمداری که دنبال پول مردم بودن و دنبال حکومت بر مردم بودن حضرت صالح رو مسخره میکردن و رو بت پرستی خودشون پافشاری میکردن به حضرت سالم گفتن ما شک نداریم یا تو عقل تو از دست دادی و دیوونه شدی یا کسی تو رو جن زده کرده که همچین حرفایی میزنی ای hey, صالح تو که بهتر از ما نیستی نسب بهتری نداری از نظر موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برمان ما رتبه ای نداری تو چیکار میتونی بکنی تک و تنها دقیقا حرفایی که شاید هزاران بار من و شما شنیدیم وقتی میخوایم یه کار خوبی انجام بدیم میخوایم شغل خودمون رو شروع بکنیم یه فکری تو ذهنمونه میخوایم استارت بزنین میان بعضی همین حرفا رو به ما میزنن که تو نمیتونی این کار آخر واقعت نداره اما حضرت صالح به کاری که میخواست انجام بده مطمئن بود مخالفین تصمیم گرفتن حضرت صالح رو از این مسیری که داره میره منصرفش بکنن اما حضرت صالح از نیت اونها خبر داشت تو جواب اونها گفت اگر من هم بود پرست بشم و واقعا خدایی وجود داشته باشه و این خدا جزاء ما رو بخواد در قیامت بده شما چه جوابی دارید چه توجیهی برای این کار و این عبادت این سنگ داره بزرگای قوم دیدن وقتی حضرت صالح محکم داره تو مسیرش قدم برمیداره یه گروه اندکی از مردم هم اومدن طرفدار حضرت صالح شدن و بهش ایمان آوردن ترسیدن نکنه حضرت صالح قدرت رو به دست بگیره و پناهگاهی بشه برای مردم و مشکلات و مردم نتونستن ببینن حضرت صالح ستاره ای تو آسمون باشه که مردم دارن بهش نگاه میکنن و به طرفش میرن برای همین تصمیم گرفتن حضرت صالح علیه السلام و حذف فیزیکی و ترور بکنن قوم سمود برخورد شدیدشون با حضرت صالح به جایی رسید که به نه گروه تقسیم شدن قرآن هم میگه تو اون شهر نه گروهک وجود داشت که تو زمین فساد میکردن و اهل اصلاح نبودن این نه گروه که از منافقین و کفار دور هم جمع شدن با هم تصمیم گرفتن که حضرت صالح علیه السلام رو از بین ببرند. بعد هم حمله بکنن شبانه به خونه ی حضرت صالح و هر کسی هم که اومد مطالبه خونه حضرت صالح و خانوادش رو بکنه اظهار بی اطلاعی بکنه تو تاریخ اومده تو اون شهر یه قاری رو کوه وجود داشت که حضرت صالح شبا میرفت اونجا عبادت خدا رو میکرد منافقین هم همون شب به اون کوه رفتن و پشت یه سنگ قایم شدن تا حضرت صالح رو از بین ببرن بعد هم برن خونوادش رو نابود بکنن اما خدای متعال توتعه اونا رو به نحو عجیبی برملا کرد و پشت اون صخره ای که اونا تو کوه مخفی شده بودن یه وقت یه سنگ بزرگی از قله کوه قلط خورد و افتاد روی اونها و همشون نابود شدن. قرآن با اشاره به این توته میگه اونا نقشه مهم می کشیدن و ما هم نقشه مهمی اما اونها خبر نداشتن تو روایات هست که ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه حضرت صالح علیه السلام اومد سراغ بزرگان کفار قوم خودش گفت من از 16 سالگی تا به الان حدود 120 سال دارم شما رو به سمت خدای یکتا دعوت میکنم شما حرف من رو قبول نکردید و رو بتپرستی خودتون پافشاری کردید اما بیایید یک کاری بکنیم من از خدای شما یه درخواستی میکنم اگر این بت‌های شما جواب من رو دادن من از پیش شما میرم دیگه هم باهاتون کاری ندارم شما هم از خدای من یه درخواستی بکنید ببینید خدای من حاجت شما رو میده یا نه که تو این مدت طولانی دیگه خسته شدن قوم سمود این پیشنهاد حضرت صالح قبول کردن یه روزی مقرر کردن برای این اتفاق روز موعود فرا رسید همه بت و بزرگان قوم سمود اومدن بیرون شهر همراه با بت‌ها خوراکی و نوشیدنی هم همراه خودشون آورده بودن فرشها رو انداختن غذاشون خوردن شروع کردن به عبادت کردن بت‌ها بعد به حضرت صالح علیه السلام گفتن هر تقاضایی داری از این بت ها بکن حضرت صالح علیه السلام به یه بت بزرگ اشاره کردن گفتن اسم این بت چیه گفتن فلان بت حضرت صالح رو کرد به اون بت گفت من یه همچین تقاضایی ازت دارم جواب من رو بده بت بزرگی جوابی نداد حضرت صالح رو کرد بهشون گفت چرا بتتون حرفی نمیزنه گفتن از یه بت دیگه تقاضا بکن حضرت صالح به اون هم گفت اون بت هم سکوت و هیچ جوابی ازش نیومد قوم سمود که استرس و نگرانی اونها رو گرفته بود رو کردن به بتهاشون گفتن چرا جواب صالح رو نمیدین بعد به حضرت صالح گفتن یه مقدار از ما فاصله بگیر ما عبادت این بت‌هامون رو بکنیم دوباره بیا تقاضا تو بهشون بگو حضرت صالح تک و تنها رفت یه کناری مردم پرست اومدن این فرشاشون جمع کردن خودشون خاکمال کردن تزرع کردن جلوی این ها بعد به حضرت صالح دوباره گفتن بیا تقاضاتو بکن و باز هم صدایی از این بوتها به گوش نرسید حضرت صالح علیه السلام با اعتمادی که به خدای متعال داشت به این اصحاب سمود گفت هر حاجتی که دارید به من بگید تا خدای من براتون برآورده بکنه هفتاد نفر از بزرگای قوم سمود به حضرت صالح گفتن بیا تا از کنار مردم فاصله بگیریم و کنار فلان کوه بریم همین که کنار کوه رسیدن به حضرت صالح گفتن اگر تو پیغمبر خدای و راست میگی از دل این کوه یه ماده شطور ده ماهه که موی سرخ رنگ داره و پر از کرکه برای ما از دل کوه بیرون بکش که اگر این کارو بکنی ما به پیغمبری تو و به خدای تو ایمان میاریم حضرت صالح علیه السلام بهشون گفت این درخواستی که شما از من دارید برا من سخته اما برا خدای من کاری نداره دستش رو به آسمان بلند کرد از خدای متعال خواست یه لحظه همه اینها دیدن کوه به صدا در اومد به لرزش در اومد از دل کوه یه ماده شطوری با همه اون خصوصیاتی که اونها گفتن بیرون اومد رو کردن به حضرت صالح گفتن خدای تو چقدر سریع جواب تقاضاتو داد اگر راست میگی از دل این کوه بچه این ماده شطور رو هم برای ما بیرون بیار صالح از خدا خواست بچه شطور از کوه بیرون اومد و کنار مادرش شروع کرد به چرخیدن حضرت صالح بهشون گفت بازم از خدای من تقاضایی دارین گفتن نه بیا تا بریم پیش مردم تا به پیغمبری تو ایمان بیاریم حضرت صالح علیه السلام با این هفتاد نفر حرکت کرد به سمت مردم هنوز نرسیده بودن به قوم سمود که 64 نفرشون مرتد شدن و به صالح گفتن اون چیزی که ما دیدیم سحر و جادو و دروغ بود وقتی رسیدن به قوم سمود اون شیش نفر باقی مونده جریان رو برای مردم تعریف کردن اما باز هم مردم ایمان نیاوردن تو همین لحظه بود که خدای متعال به حضرت صالح وحی کرد آب این روستا یک روز برای این شطور و بچش باشه و یک روز برای مردم هر روزی که نوبت این شطور بود میومد از آب قنات اصحاب سمود میخورد و آب تمام میشد و روایات میگه بعد از اون به کوچیک و بزرگ مردم این قوم شیر میداد و کسی تو اون روز نبود که از شیر اون شطور نخوره و نقل میگن ناقه حضرت صالح ویژگی های خاصی داشت میتونست قلب های رو جذب بکنه و باعث ایمان قوم حضرت صالح علیه السلام بشه و به خاطر همین معجزه و همین ویژگی هایی که ناقه صالح داشت مخالفین حضرت صالح تصمیم گرفتن این شطور رو از بین ببر یک گروهی از مردم با دیدن این شطور و بچهش به حضرت صالح علیه السلام ایمان می آوردن بزرگای کافر شهر از اونا میپرسیدن چرا ایمان آوردی بهشون میگفتن مگه ندیدی حضرت صالح از دل کوه ناقه رو بیرون کشید یه مدتی گذشت ترس بزرگای قوم سمود نسبت به صالح و ناقش روز به روز بیشتر میشد خدای متعال وحی کرد به حضرت صالح که قوم تو به زودی این ناغه رو میکشن حضرت صالح اومد این خبر رو برای قومش داد اونا قسم خوردن که ما هرگز این کار رو نمیکنیم اگه به حرف ما ایمان نداری نشونه های اون کسی که ناغه رو پی میکنه به ما بده تا ما تو بچگی اون رو از بین ببریم حضرت صالح علیه السلام فرمود یه پسری به دنیا میاد که صورت و موهای سرخ و یک کبودی داره اتفاقا از بزرگان قبیله سمود یک کسی یه پسری داشت که زن نگرفته بود و یک کسی هم دختری داشت که ازدواج نکرده بود این دو نفر با هم ازدواج کردن و همون بچه ای که صالح نشونهاش رو داده بود به دنیا آمد مردم قابله ها و هایی رو گماشته بودند که اگه همچین بچه ای به دنیا اومد همونجا از بین ببرنش همین که این بچه به دنیا اومد قابله ها که نشونه ها رو دیدن اومدن این بچه رو از بین ببرن دوتا جد این مولود مانع این کار شدن و گفتن هر وقت صالح از ما خواست ما اونو به قتل میرسونیم مرحوم تبرسی نقل میکنه این بچه بزرگ شد تا به جایی رسید که یه روز با رفقاش جمع شده بودن میخواستن شراب بخورن از رفقای خودش مقدار آب خواست تا توی شراب بریزه بهش گفتن امروز روزیه که ناقه صالح باید از آب قنات بگیره و حق ما نیست خیلی براش گرون تموم شد که یه شطور حق داره از آب بخوره و اون نمیتونه ورداره به رفقاش گفت میخواید من این شطور رو از بین ببرم اونا گفتن آره و مقدمات کشتن ناقه صالح به وجود اومد کم کم گناه و نافرمانی تو دل قوم سمود افتاده بود و با هم متحد شده بودن که این ناغه رو از بین ببرن تو تاریخ و روایات نقل شده یه زنی بود به نام ملکا که ملکه قوم سمود بود وقتی دید حضرت صالح علیه السلام که به پیغمبری رسیده داره روز به روز تعداد طرفداراش بیشتر میشه و مردم دور حضرت صالح جمع شدن حسادت کرد تو اون عصر یه زن بدکاره به نام قطام بود که معشوقه قدار ابن سالف بود و یه زن بدکاره دیگه هم معشوقه رفیق هم همین قدار بود. ملکه قوم سمود این دوتا زن بدکارا رو دعوت کرد چون میدونست این دو هر شب با بدار و رفیقش مشغول ایشونوش و گناهن. بهشون گفت یه کاری بکنید که عشق شما تو دل این دو نفر جا بیفته وقتی که میخواستن با شما نزدیکی بکنن این شرط رو براشون بذارید که اگر ناقه صالح رو از بین ببرن خودتون رو بهشون عرض میکن این دوتا زن بدکاره حرف ملکه قوم سمود قبول کردن وقتی قدار و رفیقش اومدن پیش این دو تا به گناه مشغول بشن اونها شرط خودشون رو مطرح کردن گفتن اگر میخواید ما با شما باشیم باید ناقه صالح رو از بین ببرید این دو نفر اومدن تو کمین ناقه صالح نشستن پشت یه سنگ قایم شدن وقتی این ناقه اومد از آب قنات خورد و داشت برمیگشت رفیق قدار یه تیری به پای این ناقه زد که استخون پاش شکست و بعد قدار حمله کرد و با شمشیر به پای ناقه زد این شطور به زمین خورد بچه این شطور این صحنه رو که دید فرار کرد اونجا قدار با شمشیر خودش به گردن ناقه زد و اونو از بین برد بعضی از مردم شهر که این قضیه رو دیدن حمله کردن شطور رو تکه تکه کردن و گوشت اونو خوردن شیعه و سنی از آقا رسول خدا نقل کردن که شقی ترین مردم از اولین کسی بود که ناقه صالح رو از بین برد و شقی ترین مردم از آخرین کسیه که علی ابن ابی طالب رو به شهادت میرسونه مردم مثل کسایی که از فرمانده ها و کشور ها پذیرایی میکنن و استقبال میکنن از این دو نفر که ناقی صالح رو از بین برده بودن استقبال کردند و تاجهایی رو سر اینها گذاشتن بچه اون شطور رفت روی یک کوهی و یه فریاد جانسوزی کشید که همه مردم به ترس و استرس افتادن اومدن پیش حضرت صالح علیه السلام بر عذر و گفتن ما شطور تو رو نکشتیم این دو نفر این کار رو کردن حضرت صالح علیه السلام بهشون گفت برید دنبال اون بچه شطور اگه اونو پیدا بکنید امید هست که خدا عذابتون نکنه رفتن مردم روی کوه گشتن اما بچه شطور رو پیدا نکردن روز چهارشنبه بود که اون شطور از بین رفت اون مخالفین و سرکرده های قوم سمود به حضرت ساله گفتن آی ساله اگه تو واقعا پیغمبر خدایی و به ما وعده داده بودی که با ناغه تو کاری نداشته باشیم اگه راست میگی و اگه واقعا پیغمبری اون عذابی که وعده داده بودی رو بفرست حضرت ساله علیه السلام بهشون گفت من بهتون گفتم شما مرتکب حرام شدید و توی منجلابی فرو رفتید بیایید و باز هم وقت دارید به سمت خدا برگردید اما اونها باز هم قبول نکردند حضرت صالح علیه السلام باز هم امید داشت که شاید اینا برگردن به سمت خدا و توبه بکنن برای همین سه روز مهلت داد که هر کس تو این سه روز برگرده به سمت خدا خدا توبهشو میپذیره و شامل عذاب نمیشه اما باز هم سرکرده های قوم سمود شروع کردن مسخره کردن حضرت صالح علیه السلام بعضی از بزرگای قوم سمود که ایمان به عذاب الهی داشتن نقشه کشیدن که بیان صالح رو از بین ببرن که اگه پیغمبر خدا از بین بره اون عذابی هم که قرار بوده فرستاده بشه دیگه نازل نمیشه اما خدای متعال قبل از این که اینها بتونن نقشه ترور حضرت صالح علیه السلام رو عملی بکنن جبرئیل رو فرستاد جبرئیل آن چنان سیهی کشید که نقل میگن پرده گوش اینها پاره شد جیگرهاشون متلاشی شد و قلبشون شکاف برداشت و همه اونها تو یه لحظه به خاک سیاه مرگ افتادن شب که به صبح رسید ابر بالای این قوم به وجود اومد آن چنان سائقه آتشین به این شهر زد که همه اونها سوختن و خاکستر شدن همه اون کاخهای محکمی که تو دل کوه ساخته بودن همه اون تلاش ها و اون نعمت ها و اون باغ ها که بهشون ایمان داشتن و میگفتن با وجود اینها دیگه کسی نمیتونه به ما صدمه بزنه تو یک ثانیه از بین رفت حضرت صالح علیه السلام که شاهد این عذاب الهی بود قلبش پر از حسرت شد بهشون گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی من رسالت پروردگارم رو به شما رسوندم و نصحت لکم و شما رو نصیحت کردم ولکن لا تحبون ناسحین اما شما از کسایی بودید که اهل گوش کردن به نصیحت نبود اما یه سوالی که از داستان حضرت صالح علیه السلام بر آدم به وجود میاد اینه که ناقه حضرت صالح رو دو نفر کشتند و از بین بردن چرا مردم باید دوچار این عذاب الهی بشن آقا امیر المؤمنین جواب ما رو توی روایتی دادن یه شخصی همین سوال از آقا علی ابن ابی طالب کرد حضرت فرمودن خدا همه شهر رو عذاب کرد چون همه اونها راضی به گناه اون دو نفر بودن امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید ممنون که تا اینجا همراه من بودید اگه تازه وارد کانال شدید حتما سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم بزنید این داستان‌های از قرآن رو هم بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید یا علی مدد